الناقض الثاني من ناقض الإسلام التي يجب الحذر منها والتحذير منها. به ذکر دومین مورد از نواقض اسلام می‌پردازیم که واجب و ضروری است که ازش برحذر باشیم و ازش برحذر بداریم. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون بينه وبين الله وسطا شفعاء. مشرکان و کافرانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان اونها مبعوث شدند در میان خودشون و الله واسطه هایی قرار میدادند. وبهذا كفرهم الله. و بر این اساس الله متعال اونها رو تکفیر کرد و به بیان کفر اونها و کفر اونها رو بیان فرمود. نعم الله سبحانه و تعالی سمیع قریب مجیب. الله متعال شنوا نزدیک و اجابت کننده دعاهاست. فكل من طلب القربه والشفاعه من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذا هو الشرك الاكبر. لذا هر کسی که با واسطه جویی بین خودش و معبود بر حقش الله واسطه‌ای قرار بده برای چیزی که خاص و ویژه الله متعال هست و فقط الله بر اون تواناست مرتکب شرک اکبر شده. نعم لان الشفاعه حق لله سبحانه وتعالى لا تطلب الشفاعه الا من الله. زیرا شفاعت خاص و ویژه الله متعال هست و از کسی جز الله طلب شفاعت نمیشه. كذلك من يعتمد على غير الله اعتماد مطلق اعتماد كلي يفتقر اليه. و همچنین کسی که بر غیر الله اعتماد مطلق میکنه و تماما به طور مطلق به غیر الله احساس نیاز میکنه این هم جزو نواقض اسلام هست. نعم يعتقد ان بيد جلب المنافع ودفع المضار. این اعتقاد رو داره که به عنوان مثال پیامبر دفع مضرت و جلب منفعت میکنه و نفع و ضرر مطلقا به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. اذا لابد الحذر من هذا الناقض. لذا باید از این مورد از نواقض اسلام بر حذر باشیم. ممن یجعل بینه و بین الله وسطا. از همین مورد واسطه جویی و اینکه کسانی بین خودشون و الله واسطه هایی قرار میدن. شفعاء. شفیعان و واسطه هایی اختیار میکنند. نعم. وكذلك من يعتمد ويتوكل عليهم في كل الامور افتقار. و همچنین کسانی که بر غیر الله به طور مطلق با احساس نیاز مطلق به غیر الله اعتماد و توکل میکنند. نعم يعتقد ان بيدهم جلب المنافع ودفع المضار. با این اعتقاد که جلب منفعت و دفع مضرت به دست اونهاست. نعم والله اعلم. و این از نواقض اسلام هست.